مهاجران، برنامه از رسانه هدهد کانادا، فصل دوم، قسمت سوم. گوینده حدیث حیدری. این داستان نامه آلیه. سلام، من آلیه اسکندریم، 31 سالمه و آلمان زندگی میکنم. از یک خانواده سنتی تقریبا نیمه مذهبی میام. پدرم نظامی بودن اما از اون سختگیراش نبودن. عقیدشون رو به ما تحمیل نمی کردن. یادم همیشه می گفتن شما درخت نیستین که یک جا ثابت بمونید. باید برید و سفر کنید. باید برید جایی که آینده خوبی داشته باشید. این حرفش باعث شده بود من مثل خیلی ها بزرگ نشم. من از 17-18 سالگی سر کار می رفتم و مستقل شدم. چون به هم یاد دادن توانایی اینو دارم که زندگی خودم رو پیش ببرم. یادم نیست از کی به فکر مهاجرت افتادم، اما یادمه که میرفتم سر کار تو یک شرکت کامپیوتری. به عنوان حسابدار اونجا بودم. تنها خانومی بودم که تو اون شرکت بودم. جو صمیمی داشت تو شرکت، اما افکار همکارا مثل اغلب مردای ایرانی بود که میگفتن باید اجازه پدر رو داشته باشی، مخصوصا برای پاسپورت گرفتن. یادم همونجا زنگ زدم به دفترخونه و ازشون پرسیدم. گفتم من یه دختر مجردم، میتونم پاسپورت بگیرم؟ اون آقا با یه لحن مؤدبانه و خیلی با احترام گفت مشکلی نداره دخترم، تو از 18 سال سنت بیشتره، خودت عاقل و مستقلی، میتونی پاسپورت بگیری. من اونجا فقط میخواستم ثابت کنم به همکارم که میتونم پاسپورت بگیرم، اما همین تماس یه حس خوبی رو برای من به وجود آورد که من میتونم مستقلتر بشم، میتونم فراتر برم و حتی توی یک کشور دیگه میتونم راحت زندگی کنم. من قبل از اینکه پاسپورتمو بگیرم رفتم توی شرکتی که مربوط به آیتی بود و کار طراحی پورتال‌های سازمانی رو انجام میدادن. من به عنوان کارشناس آیتی مشغول شدم. از شرکت قبلی اومدم بیرون. تو این شرکت تو پوزیشن کاری خودم مشغول شدم. اونجا بود که به فکر افتادم برم کلاس زبان. همیشه میگفتم من دوست دارم برم آلمان، چون برام نماد یک کشور قدرتمند رو داشت. یک زن داره اونجا رو اداره میکنه، نیروی کار زیادی میخواد و نرخ بیکاریش خیلی پایینه. و اینا باعث شده بود آلمان برای من جایگاه ویژه‌ای داشته باشه و حتی به کشورهای دیگه فکرم نمیکردم. این یکی از دلایلی بود که من برم کلاس زبان. البته رفتم کلاس زبان انگلیسی، اما میشنیدم که میگن آلمان بورسیه نمیده. منم پول آنچنانی نداشتم. باعث شد به فکر ایتالیا بیافتم. میدونستم که بورسیه میده. فکر کردم شاید بهتر مسیر اولم ایتالیا باشه و بعد بیام آلمان. اما همچنان زبان انگلیسی رو میخوندم. تا اینکه توی مدتی دیدم زبان انگلیسی اونی نیست که حال منو خوب میکنه. با اینکه زبان بین المللیه، اما باهاش خوشحال نبودم و دلم زبانی رو میخواست که از صفر صفر شروعش کنم. سال 94-95 بود که میرفتم کلاس زبان انگلیسی. اون موقع یورو قیمتش خیلی پایین بود. حساب کرده بودم برای آلمان باید 8640 تا داشته باشم برای تمکن مالی، که میشه 45 میلیون. قرار بود هر جور شده جورش کنم. یه دوستی داشتم که آلمان بود. عید سال 95 اومد ایران. من تونستم باهاش صحبت کنم. اون گفت اگه بشینی آلمانی بخونی، خب خیلی بیشتر و زودتر به هدفت میرسی. و این حرفش باعث شد مصمم بشم رو تصمیمم. آخرای 95 بود، برای روز تولدم به خودم هدیه دادم و کلاس زبان آلمانی و روز تولد خودم ثبت نام کردم و این بهترین هدیه بود که به خودم دادم. چند تا مؤسسه خوندم و دیدم که هر جور حساب میکنم اگر بخوام با مؤسسه ادامه بدم خیلی طول میکشه که برسم به سطحی که باید به سفارت ارائه بدم. از ترم بعدش با همون استادم خصوصی برداشتم و هفته ای 3 بار میرفتم کلاس. این وسط یه پسری بود که قبلا باهاش دوست بودم. یه مدتی بود به خاطر یه سری شرایط از هم دور افتاده بودیم و من به کل فراموش کرده بودم. خیلی هم دیگه با هم در ارتباط نبودیم. سر و کلش پیدا شده دوست داشت با همین مسیر رو ادامه بدیم. من بهش گفتم که هدفم اینه و دوست ندارم با کسی باشم که صد راهم بشه. اونم مشتاقانه قبول کرد، چون خودشم خیلی به مهاجرت فکر می‌کرد و خیلی آلمان رو دوست داشت. پروسه مهاجرت من از زمان استارت 2 سال طول کشید. یه سالش که زبان می‌خوندم. از بهمن 95 شروع کردم. اواسطش تقریبا مهر 96 سفارت ثبت نام کردم، چون میدونستم که خیلی زمان میبره تا نوبتم بشه. و دقیقا 1 سال و 1 ماه بعد، یعنی آبان 97 وقت مصاحبه سفارت داشتم. این وسط ها زبان میخوندم. مرداد 97م ازدواج کردم با همون آقا پسر و با همسرم عهد بستیم که به هدفمون برسیم. چون قبلش دوست بودیم و هر چیزی ممکن بود که مسیرمون از هم جدا کنه. یه چیزی رو بهتون بگم، آزمون گوته اون موقع هر تایتلش 150,000 تومان بود. وقتی میخواستم امتحان بدم هر کدومش 550 تومان شده بود. کلن ثانیه‌ای از اینها بالا میرفت.
آزمون گوتر رو میشه هر تایلش رو جدا ثبت نام کنی. من 3 تایلش رو ثبت نام کرده بودم و برای یکیش خیلی سخت بود ثبت نام، چون خیلی زود پر میشد. من 5 ماه زمان داشتم که مدارکم رو تکمیل کنم و فقط مدرک زبانم مونده بود. یادم ایمیل زدم بهشون که من این تایل رو حتما باید امتحان بدم، اگه نه وقت سفارت رو از دست میدم، و کلی التماسشون کردم. اما متاسفانه گفتن ما نمیتونیم بهتون وقت بدیم و باید امتحان بعدی رو شرکت کنی. انگار دنیا رو سرم خراب شده بود. فکر میکردم 2 سال تلاشم بی ثمر میمونه. فرداش خودشون به من زنگ زدن و گفتن میخوای ثبت نام کنی؟ اگه میخوای همین الان باید 550 واریز کنی به حساب آموزشگاه. یادم اون روز پنجشنبه بود و ساعت 12 که زنگ زدن. من اونقدر سریع رفتم بانک که نفسم بالا نمیومد. چقدر استرس داشتم. رفتم پول واریز کردم و همونجا ایمیل زدم که پول واریز کردم و فیشو فرستادم و ثبت نام کردم. این واقعا برای من معجزه بود. همین باعث شد که به هدفم برسم و واقعا خدا رو شکر میکنم. من و همسرم بالاخره با هم هممسیر شدیم و خب خیلی اتفاقات تو این مسیر افتاد. ما عجیب در حال جمع کردن پول بودیم. رستوران نمی رفتیم، چیزی نمی خریدیم، اما خوشحال بودیم چون داشتیم برای هدفمون پول جمع می کردیم و خب خیلی سختی کشیدیم. ما تا حدود پول جمع کردیم و یادمه با یوروی 8 تا 10 هزار تومان اون موقع مقدار یورو خریدیم. مبلغ یا خانواده من کمک کردن. البته خانواده همسرم خیلی حمایتمون نکردن چون می ترسیدن و نگران بودن. اما خدا رو شکر خانواده من خیلی حمایتمون کردن. تازه همسر من 2 تا وام دیگه هم گرفت تا پول جور بشه. چون یورو ثانیه‌ای میرفت بالا و ما آخرین یوروهایی که خریدیم با قیمت 15000 تومان بود. ما هر لحظه استرس داشتیم و نگران بودیم. خیلی به خاطر پول جمع کردن خیلی سختی کشیده بودیم. 1.5 سال فقط درگیر زبان و امتحان بودیم. تو ایران میتونم بگم شغل من واقعا حقوقش خیلی پایینه و جایگاه خیلی پایینی داره. اینا باعث شد از این همه تبعیض و رفتارهای دیگران فرار کنم و برم جایی که برای خودم و کارم ارزش قائل باشم. از وقتی اومدم آلمان و این همه برابری و احترام دیدم به خاطر انسان بودن، خیلی مقایسه میکنم. همیشه میگم چرا ایران همچین چیزی رو نداره؟ کاش ایران هم همینطوری بود. من آدم وابسته شدید نبودم، یعنی کلن خیلی آدم وابسته نیستم. برای همین 1.5 سالی که اینجام خیلی به هم سخت نگذشته. البته چون همسرم هم با هم بوده تأثیر داشته تحمل سختی ها. اما برای من چیزی نبود که از دست بدم. چون تو ایران هر چقدر کار میکردم و تلاش میکردم نمیرسیدم. انگار همیشه چند قدم عقب بودم. نمیتونستم برای زندگیم برنامه ریزی کنم. میتونم به جرئت بگم که من برای مهاجرت خیلی سختی نکشیدم. چون همسرم قبل از اینکه بیاد قرارداد کاری بست، چون یکی از دوستاش اینجا بود و باعث شد استخدام بشه. الانم 6 ماهی میشه که توی شرکت بین المللی دیگه استخدام شده و خدا رو شکر زندگیمون خیلی تغییر کرده. باعث شد توی این مدت نیازهای ضروریمون رو برطرف کنیم و زندگیمون رو جمع کنیم. من دیدم نسبت به آلمان یک کشور قانونمند بود. تصورم این نبود که همه چی گل و بلبله. با تصور کلی سختی اومدم. اما خدا رو شکر سختی زیادی نکشیدم. شاید بگم چند ماه اول بود که بتونم با جامعه خودم رو وقف بدم و قانوناش برام یکم جا بیفته، چون خیلی قانونای عجیب و غریبی داشت. و اینه بهتون بگم سیستم اداری تو ایران خیلی سریع تره. اینجا کاغذبازیشون خیلی زیاده چون خیلی قانونای زیادی دارن. این چیزا بعضی وقتا واقعا رو اعصابه. اینجا باید خیلی صبور باشی. من راضیم از کشوری که اومدم. نگرانی های ایرانو ندارم. ثباتو دارم میبینم و اینکه همه چی قیمتاش ثابته یه جورایی باور نکردنیه برام. من اگه برگردونن عقب و بگن سختی‌های بیشتری تو راهت هست برای مهاجرت به آلمان، من بازم اقدام میکنم. چون لذت زندگی الانم ارزششو داره که براش بجنگم. من اگر برگردم عقب بیشتر رو زبانم تمرکز میکنم، چون با ویزای دانشجویی اومدم و با سطح B1 اینجا ادامه زبانم رو رفتم و الانم دانشجوی ارشد IT ام. دوست داشتم بیشتر ایران زبان میخوندم چون اینجا هزینه‌اش خیلی بیشتره. اون موقع فکر نمیکردم اینقدر زبان جدی باشه. اما وقتی وارد آلمان شدم با چالش‌های ریز و درشتی تو رابطه با زبان روبرو شدم. اگه دانش بالاتری داشتم 100% از خودم راضی‌تر می‌بودم. توصیه‌ام اینه که خیلی بیشتر از اونی که فکر می‌کنید زبان بخونید و به این توجه کنید که حتما قانونی بیاین. غیر قانونی اصلا اقدام نکنید. خیلی تو دور اطرافم دیدم کسایی که غیر قانونی اومدن و با چه مشکلات وحشتناکی دست و پنجه نرم می‌کنن. و در آخر اینو بهتون بگم که واقعا رسیدن مهم نیست. مهم درست رسیدنه. از ته دلم امیدوارم به هر چی که دلتون میخواد به بهترین نحوش برسین.